سعی میکنم خودم رو تصور کنم. یعنی به عنوان یه پدر ولی نمیشه. نمیتونم. نه خب البته این یه مدرکی چیزی، چه میدونم، یه کلاسی چیزی نداره که بری. خب پس باید چی کار کنی؟ باید از بابای خودت تقلید کنی، همینجوری نیست؟ همینه. خب من نمیدونم از بابام چی دیدم که بخوام به بچم بدم. یعنی خب یعنی کسی که به دنیا اومدنش هم مثل یه راز مخفی بوده. خب یعنی یه بچه‌ای که تا امروز پدرش هیچ وقت نوازشش نکرده، به بچه خودش چی میتونه بده؟ نمیدونم. تا امروز حتی برای یه بارم تو روز تولدم شمفوت نکردم. حتی یه بار. تو کل عمرم یکی از تولدامو نتونستم راحت و آشکار جشن بگیرم. همش پنهونی، مثل یه راز. مادرم که نگیم، خودشو حبس کرده بود، کتک خورد. خب منم خوردم. خودتون همیشه میگین آدم یه چیزایی رو یادش میمونه، حفظ میکنه. خب حفظیات منم از همین چیزاست دیگه. شما از این ناراحتین که مبادا همین کارو واسه بچه‌تون انجام بدین؟ نه 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 نه، امکان نداره که بخوام بچه خودم رو بزنم، اصلا امکان نداره. نه ولی من نمیدونم یه پدر با بچه‌ش چطور رفتار میکنه. نمیدونم. خب چجوری بچه‌شو ناز میکنه؟ چطوری بچه‌شو بغل میکنه؟ نمیدونم. بله، شما تو کودکیتونم مورد خشونت قرار گرفتین و هم شاهد خشونت ناپدریتون نسبت به مادرتون بودین که این چیز کمی نیست و میتونه زخمای عمیقی تو روح یه بچه ایجاد کنه. حق دارین، میدونم. بعدشم تو اون سن و سال مادر برای بچه ها مثل یه قلعه است، میفهمین؟ قلعه من شنی بود. درسته، منم میخوام همینو بگم. بچه ها وقتی متوجه میشن که مادرشون نمیتونه ازشون مراقبت کنه، از زندگی و روابط و از اتفاقاتی که ممکنه تو زندگیشون بیفته میترسن. این خیلی طبیعیه، خیلی محتمله، خیلی قابل پیش بینیه. ولی شما که اون چرخه رو ادامه ندادین. ببینین، میخوام به یادتون بیارم وقتی که همسرتون و همسر سابقتون رو کتک زده بودین، دلارا خانم اینو قبول نکرد. مثل مادرتون سرخم نکرد و به شما گفت که یا میری درمان میشی یا من نیستم. و شما پا شدین اومدین اینجا بودن رو انتخاب کردین. یعنی در اصل اولین کسی که چرخه خشونت رو تو خانوادتون شکست این شما بودین. مامانم چرا این کارو نکرد؟ کاری کرد هم خودش زجر بکشه هم من. تازه وقتی هم که فیضی بوران منو قبول کرده بود بازم نکرد. شایدم اون موقع، یعنی وقتی که واسه اولین بار از شما مراقبت کرده بود، خودشون نسبت به باباتون قوی‌تر و پایدارتر حس می کرده، ولی بعدش تصمیم اشتباه گرفت، رو ازدواجش اشتباه کرد، بعدش هم نتونست از اون ازدواج خلاص بشه به خاطر فشار اجتماعی یا نداشتن استقلال مالی. درسته، اشتباه کرد، بله، ولی این اشتباهش به قیمت زندگی من تموم شد. یعنی شاید مثلا اگه من تو امارت بورانا بزرگ شده بودم میفهمیدم الان یه پدر با بچهش چطور باید رفتار کنه. واسه همین دارین به آقا فکرت کمک میکنین؟ متوجه نشدم، یعنی چی؟ واسه این که داداشتون دوباره رو پای خودش بیسته، اونم بعد از اون همه اتفاقاتی که بینتون افتاده. یعنی بالاخره با بورانا خیلی اتفاقات ناخوشایندی رو تجربه کردین، ولی بازم تمام درگیری های احتمالی رو به جونتون خریدین و کمک کردن انتخاب کردین. به این فکر کردم که یه دینی بهش دارم و اون به خاطر من خیلی چیزا رو تحمل کرده، خیلی بلاها سرش اومده و تازه چی؟ نه، چیزی نیست. نه خب، تازه برای اینکه پسرم یه عمویی داشته باشه این کارو کردم. همین. فکرت دوتا بچه داره. خب اگه جایی گیر کردم خب میتونم ازش بپرسم. خب اینجوریه دیگه، من اطرافم خیلی آدم نیست که کمکم کنم. بله، کمک گرفتن چیز خوبیه، شریک شدن خیلی چیز خوبیه، ولی آقا آدم باور کنین بهترین کسی که میتونه بهتون پدر بودن و یاد بده بچه‌تونه. من قرار نیست چیزی بهش یاد بدم. این دلیل نمیشه که همیشه اون یاد گیرنده باشه. شما میاد میگیرین، درسته؟ اون زندگی رو یاد میگیره، شما پدر بودن رو یاد میگیرین، آروم آروم، با تلاش کردن، با صبر کردن. خب منم همینو میگم، من چه میدونم. خب من یه آدم بی صبر، پر استرس، عصبیم، دوست ندارم بچم مثل خودم باشه، میفهمید؟ چه میدونم اگه دست و پامو گم کنم بعد با این ترسمونو بترسونم چی؟ آخه من به اینا فکر میکنم. من فکر میکنم حفظیات شما تغییر کرده، ولی اگه میخواین این کارو بکنیم شاید این یکم شما رو راحت تر بکنه. در طول روز خودتون رو زیر نظر بگیرین، ببینین وقتی عصبانی میشین چی کار میکنین، داد میزنین، با صدای بلند حرف میزنین، یا چجوری عصبی میشین. اون لحظه ای که عصبانی شدین یه نگاه تو آینه بندازین، ببینین چه جور آدمی رو میبینین. یکم به مرور میبینین که عوض شدین، درسته؟ شما چرخه خشونت رو شکستین آقا آدم. وقتی اینا متوجه بشین من مطمئنم زندگی بچه‌تونم یه جور دیگه ای شکل میگیره، باور کنین.